دوستای گل سلام، امید که خوب باشین، جور باشین، در هر گوشه و کنار دنیا باشین، سلامت باشین. جاوید احمدزاده هستم، خوش آمدین به ویدیوی نویم. امشب همراه خانم خو حبیبه جان میخوایم کمک کنم، آشپزی کنم، دیگه چند نفر میمون قرار بکنم شب خانه بیا. باز حبیبه جان خواهش میرکد که بین خانه یکان وقت و دیک مونی کمک مونی. امشب خواهش مونم که نان میمورم تو پخته کنم. باز من تصمیم میره گرفتم که باید یک غذای کاملا ساده تر پخته کنم، از اینکه نشنه که میمونا برسه و ما داشت پس خانه مصرف باشم. باز تصمیم گرفتم که یک چیکن شاشلیک و همراه برنج چینایی که به نام چیکن فرای رایس میگه یا ویژیتیبل فرای رایس برنج دان پخت میشه و باز دوباره همراه ترکاری یا چیکن دوباره فرای میشه. میخواییم این غذا را آماده کنم. بعض موادایش را پیس پیس آماده کنم. گوشت را ریزه کردیم، آماده اشتیم. ترکاری که دو استفاده میشه، سبیل پیاز، چهار گوشت برید میشه، برش میشه کیوب به اصلا. رومی، مرچ دلمه، دلمه زرد، دلمه سبز و دلمه سرخ. و موادایی که دو استفاده میشه، کیچپ است، ادرک پودر است یا زنجفیل، چیز خیلی میگه جنجر پودر و گارلیک پودر. میتونیم تازیش استفاده کنیم، میتونیم پودرش استفاده کنیم. تازیش بهتر است از اینکه چون پودرش گرم تازیش نخواستم. و سویا ساس استفاده میشه، یک کمی سرکه و دیگه مرچ و نمک مقدار ضرورت و روغن که مثلا سر از این انداخته میشه، روغن عادی میتونیم بنزین، روغن زیتون میتونیم بنزین. دیگه من آشپزی خود را شروع مونم. امروی خانم خود تو چیزی گفتنی داره، امروی از ما کمک بنی نمیدی؟ کمی کمک میکنم. سلام دوستای عزیز، امید کنم که خوب باشین، جور صحتمند باشین، در هر کجایی هستین همراهی فامیلای محترم تان جور باشین انشاءالله. سلامت باشین. یک توصیه دارم بر تمام برادرای محترم، کوشش کن در خانه همکار باشین همراهی خانم شم، چون مسئولیت خانه خیلی واقعا زیاد است. تنها یک مسئله آشپزی نیست، مسئله شستن لباس است، مثلا شستن فرش است، ظرف است، صفایی خود خانه است، مهمان میه، اولادا هست. این مشکلات خانواده خیلی زیاد است. مشکل خانه، کار خانه نسبت به بیرون هم سخت‌تر است و هم پرجنجال‌تر است و هم زیاد است. به این خاطر خواهش از ما است، تمام برادرها هست که تا حد توان خود بتونیم در خانه همراهی خانم همکار باشین که هم خانم شما خوش باشه و هم خدا خوش باشه و هم وجدان خودش مقدار آرام باشه، که من از او آدمایی نیستم که تیار بخورم و تیار بخوایم، کالایم تیار باشه و نانم تیار باشه و اینان و غیره. موفق باشین دوستای گل، تا ادامه ویدیو همراه ما باشین، ببینین که من چه رقم آشپزی منم بلدشم. دوستای گل، طرز تهیهش را میخوام بلدشم بگیم. گوشت که بعد از اینکه توته کردن شوشتین، اینه در ظرف کلانتر بندازین و مواد هایی که بسر از این ضرورت میشه، نمک است که مقدار ضرورت باید این بندازین، سویا ساس، سویا ساس هم دو رقم است. یک سویا ساس است بسیار غلیظ است، یک دقیقا چه اوگین تر است. از اردویش میتونی استفاده کنین، از غلیظ ترش کم تر بندازین، اوگین ترش زیاد تر بندازین. و یک مقدار سرکه، سرکه ساده باشه یا سرکه سیب باشه فرق نمیره به خاطر طعم خود شاشلیک. و اگر زنجفیل تازه داشتین خرد خرد کن یا رنده کن، اگر نداشتین پودرش هم میتونین اضافه کنین سرشی. سیر هم همچنان، اگر تازه داشتین رنده کن، اگر نداشتین میتونین پودرش استفاده کنین. بعدن نرگس جان مرچ سیاه دیگه، روغن اندازه نیم پیاله روغن داشت میندازیم، چون بامی روغن خودش دوباره اخته میشه و بعد از اخته بامی روغن سرخ میشه. اینو میتونیم با
دست یا با قاشق مخلوط کنین می اختش نه. تمیتو کیچاب یا کیچاب رومی حالا هم میتونین اضافه کنین یا بعد از اینکه اختش نه هم میتونین اضافه کنین. ما میخواییم کیچاب رومی رو هم آل اضافه کنم دهید. نظر به خاص چیم هر رقم کیچابی که شما میخواییم، بعضیش چیلی گارلیگ است، بعضیش ساده است. این ساده است. البته چیکن شاشلیکی که جور مونن، رقم رقم جور مونن، به چند طرح مختلف، چند ریسیپی هایی که من دیدم کلگیش متفاوت بود. دیگه من همین طریقش انتخاب کردم. با این یخته شدن همین مواد هایی که دیگه اضافه کردم گوشت خود میگره. این حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت این میلیم که یخته شدن. نرگز جانم به نظرم که برای برنج چون ویجیتیبل فراید رایس هم رایش بعضی سبزی ها خورد میشه که البته دو چیزی خاص ازی زردگ و نش پیاز است، بعضی ها دلمه بایش ریزم نه پیاز ریزم نه که اول اون کمی سرخ میشه، باز برنجی که پخته شده و به اصطلاح اوجوش شده او در سرش میندازیم با کمی مقدار روغن سرخ میشه و سرش نمک و مرچ زاره میندازیم که میشه فراید رایس. ویجیتیبل میتونیم کنیم، چیکن میتونیم کنیم، فراید رایس میشه که چند نوع رایس دارد که فراید پای چند دیگه ایره میلیم که آماده شونه یک کمی مزه بگره. موریم سر برنج، برنج خود او جوش دو میندازیم که جوش بخوره، پخته شد رو اوش رو صاف مونیم. بعد از او میلیم که اوازی که ریخت دوباره آماده میشه برای فراید شده. دوستای گل برنج هم پخته شده، حالی رو باید اوش صاف کنی و آمادم سر موادایی که قدی برنج مخلوط میشه. چیکن فراید رایس. چیکن میتونین چیکن البته سینه باشه، بدون استخوان میتونین خرد خرد کنین. اول دیگ رو سرخ کنین، بعدم ترکاری رو سرش بندازین، دیدین که پخته شده. برنج رو سرش بندازین با مو نمک و چیزی که ضرورت داره میکس کنین فرای شنه. این میشه چاینیز چیکن فراید رایس، چیکن ویجیتیبل. ویجیتیبل خالیش هم جور مونه، چیکن خالیش هم جور مونه، ایک فرای رایس جور مونه که تخم مرغ اول میگره در بین دیگ خرد مونه، رزه رزه مونه، باز برین سرش میندازه در مو سرخ مونه. دیگه قبل از اینکه اینا رو بندازیم دیگه با سیر رنده شده را در دیگ که روغن میندازیم کم زرد شد چیکن رو سرش میندازیم، چیکن کم پختش در فرار سرش میندازیم، کم فهمیدیم که اینا نیم خام شده برین سرش میندازیم میکس کنیم فراید کنیم. مثلا دفعه نوبت قانون فانیشی که دادم میلیم البته چنایی ها کستم و برنج کم کم در بین خود فرایپان سرخ بنه و گرم گرم در خواب بینیزه و سرویس بنن. دوستای گل اگر بسیار جالب یاد ما از دورانی که خواستگاری رفته برده مادر نرگز جان، زمانی که پدرم رفته قدر خدا رحمت کنه خسوریم که گپ زده بود گفته بود به خاطر نزی موضوع کسود دلالی و زمانی نمانده که پس پشتم خوب بگیم باز قد خود چی گپ بزنم خود ازش میگه. زمان قد خود چی گفتد که اینی آدم است اگرچه مو بیگانم نیستیم دفتر کاکا یاتیم میشه. باز این گفت ما درست است مشکلی نیست ولی ما میخواییم قد خود احمدزاده گپ دهیم که یک چند چیزایی نیست پرسان کنیم نیستم خلاصه بعض موضوعات که پرسان کرد آخر گفت یک سوال کنم از تو آشپزیم بلد است؟ ما گفتم آره کمتون بلد استم. گفت برم آشپزی که بلد است دیگه من قبول است اما چیز رو نگرد تو من دخترایی که هوشیار هستن پشت خواستگار مایه آشپزی حتما پرسان کنیم قدر تنبل و مفتخور و رحم باشه. آشپزی یک چیزی هست که بعضی وقت انسان مجبور میشه مسافر میشه باید بتونه خودش یک غذای را بلده خود خو یا در جایی که زندگی میکنه هم اتاقی های خو بتونه غذا را آماده کنه و بعضی جا وقت مشکلات میاد که انسان مجبور شده که باید اون جای کار کنه. مثلا آشپزی اگه بلد باشه میتونه حداقل رفع مشکل در زندگی خو کنه. به او خاطر آشپزی را بر مردا هم خیلی واجب است که باید آشپزی را یاد بگیره. من خودم گرچه دیر میشه که از آشپزی فاصله گرفتم مثلا چند وقت آشپزی میکنم در یک از رستوران های چینایی ها که البته اون زیادتر غذاهای چینایی جور میشد و الان بلدیت دارم به غذاهای افغانی و مثلا ایتالیان اینترکانتیننتال غذاهای چینایی، غذاهای پاکستانی، هندی اینا رو کمتون بلدیت دارم ولی غذای چینایی رو زیادتر بلد هستم. این شاشلیک هم کسته و چاینیز چیکن فرای رایس کسته یا هم چینایی هسته
امیدوار هستم که کلگی مردها دوشا دوشی خانم های خو آشپزی یاد بگیره، کالاشویی رو یاد بگیره، بعضی کارها رو کنه یاد بگیره که اگر روز اگر سر خود شماد بازی وقت میکنه که والله خیلی سخت بداره. دوستای نازنین، وقتی که ایده ماندم تقریبا نیم ساعت پیش بود اخته شده، آل سر اجاقشتم که شعله بسیار متوسط کم کم پخته شده و ایده شور دادم موریم تا گوشت ها پخته میشه. بعد از اون یک مقدار آب سرش انداخته میشه و اینا انداخته میشه که خود نرم کنه. بعد از اون که ایام خود نرم کرد یک مقدار لواب گرفت، چون او داره یک مقدار کنفلورا در آب سرد گرد مونیم، در سردی میدازیم که یک مقدار غلیظ تر شنه و به خاطر برنج هم آماده شده او جوش میخواییم. برنج تر کده بودیم، چلا صافی کردیم، آوش کشیدیم که مبین ازی بندازیم و بطا در خود آب ازی یک مقدار روغن و نمک اضافه کن که برنج اگر زیاد خوبش نباشه به هم دیگه میچسبه و از نمک هم که میدازیم به خاطر امزی که فقط تستش در حال جوشیدن همون نمک جذب کنه. دوستای گل، برنج هم پخته شده، حالی رو باید اوش صاف کنی و امادم سر موادایی که قدی برنج مخلوط میشه. چیکن فراید رایس، چیکن هم میتونین چیکن البته سینه باشه، بدون استخوان میتونین خرد خرد کنین. اول دیگ رو سرخ کنین، بعد هم ترکاری رو سرش بندازین، دیدین که پخته شده، برنج رو سرش بندازین با مو نمک و چیزی که ضرورت داره میکس مونین، فرایشن هم این میشه Chinese chicken fried rice، chicken and vegetable. vegetable خالیش هم جور مونه، chicken خالیش هم جور مونه، egg fried rice جور مونه که تخم مرغ اول میگره در بین دیگ خرد مونه، رزه رزه مونه، باز برین سرش میندازه در مو سرخ مونه. دیگه قبل از اینکه اینا رو بندازیم یک مقدار سیر رنده شده را در دیگ که روغن میندازیم، کم زرد شد chicken سرش میندازیم، chicken کم پختش در خیلال سرش میندازیم، کم فرمیدیم که اینا نیم خام شده، برین سرش میندازیم، mix مونیم، fried مونیم و چند دقیقه نوبته قانون افغانیشی که در دم میلیم، البته چنایات هستم و برنج کم کم در بین خود فرایپان سرخ بنه و گرم گرم در خواب میندازه و سرویس بنه. دوستای گل، دیگ ها روش آماده شده، البته شاشتیگ آماده ترکاری شده که باید ترکاری به سرش بندازیم و برنج هم که امرای ترکاری و رشدی که بود کاملا گت شده آماده شده، فقط یک دم بگیم چون از اینکه اوجوش بود روغنی که در چیکن و ویژیتیبل هم نفبرون کم بود، یک مقدار روغن هم انداختیم، نمک که در خود آبش انداختیم کفایت مونه، مزه کردم خوب بود دیگه. حالا فقط ایرم در دم بزنیم و ایرم در دم بزنیم خود نرم کنه. دوستان عزیز، این چیکن شاشلیک و این هم چیکن فرای رایس آماده شده. دوستا هم در مجلس هم در لطف کدن اشتای خوب میخواییم بنده کل کشم. دوستا عزیز سلامت باشی، فاکای جان زنده باشی، بدر شکر دوستا عزیز، تشکر از اینکه تا وقت همراه ما بودین. سلامت باشین تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.